سلام خوبید شما سلامتین چه خبرها جلسه پیش نکات پاراگراف اول فارسیمون رو به شما گفتم حالا این جلسه میخوایم با توجه به نکاتی که جلسه پیش یاد گرفتیم و میدونم مطمئنم و شما در واقع اومدید خودتون نشستید این پاراگراف رو به انگلیسی برگردونید با توجه به نکاتی که جلسات قبل و همین جلسه قبل یاد گرفتیم برگردوندید به انگلیسی حالا میخوایم با هم چک بکنیم ببینید چیزایی که نوشتید درست بوده یا خیر این تصویر یک پارک که جمله اول قبل از اینکه بریم سراغ متن اینو من باید همیشه تکرار بکنم هر جلسه گفتیم تو, فا... تو انگلیسی همیشه ساختار جمله چجوریه همیشه اول فائل میاد بعد فعل میاد بعد مفعول میاد بعد یه چیز میزا میاد انتهای جمله قید مکان زمان حالت خب این یک تصویر یک بار که جملهش رو با هم در واقع به انگلیسی برگردوندیم چی بود جملهش این است this یعنی این it یعنی این فرق نمیکنه این است is this is این است این چه چیز است یک تصویر یک بار گفتیم توی مالکیت اشیا تو مالکیت اشیا جابجایی نداشتیم وسطش آفده میذاشتیم جابجایی نداشتیم. تصویر یک بار a picture تصویر a picture یک تصویر تصویر آفده حالا یا آف فرق نمیکنه آفده پارک تصویر است تصویر پارک تصویر پارک این جمله اولی بود که با هم جلسه پیش از نکتش گفتم و رفت جمله بعد شما تعدادی مردم را در آن میبینید شما میشه فائل میبینید میشه فعل چه چیز را میبینید اول فائل میاد بعد فعل میاد شما میبینید چه چیز را میبینید مفعول مردم را در آن در آن چیه به نظر شما فکر بکنید سه تا نقطه است قید مکان زمان حالت در آن در یه چیزی میشه قید مکان پس شما فائل میبینید فعل مردم را مفعول در آن قید مکان شما میشه یو یو یعنی تو شما تو مفرد شما جمع یو میبینید میبینید چی میشه قطعا قبل از اینکه این جلسه رو بخواید تماشا بکنید در واقع پاراگراف به انگلیسی برگردوندید و میدونید که سی یعنی نگاه کردن یعنی دیدن ببخشید نگاه کردن که یه کلمه دیگه میبینید یو سی شما میبینید چه چیز را میبینید تعدادی مردم را سام میشه تعدادی پیپل یعنی مردم سام پیپل حالا کجا کجا قید مکانمون چی بود در آن این حرف اضافه در است یاد بگیرید حتما حرف اضافه این رو بهتون احتمالا گفتم یا اگر نگفتم الان دارم مبحث حروف اضافه بسیار تو انگلیسی مبحث مهمیه باید ما تمام حروف اضافه رو یاد بگیریم حفظ بشیم این یعنی در ایت هم یعنی آن چه بگیم ایت چه بگیم دیس جفتشون یعنی این آن این چیزه حالا اینها البته دیس یعنی این آن یک کلمه یه کلمه دیگه سال بعدم میخونیم محسن و پدرش در پارک هستند تجزه تحلیل میکنیم همیشه فائل چیه محسن و پدرش فعل چیه هستند کجا هستن در پارک حالا مفعول نداره جمله قید مکان داره قید مکانی که میاد میشینه جای مفعول پس محسن و پدرش هستند در پارک پدرش رو خوندیم his dad صفت ملکی اسم صفت ملکی اسم محسن و اند پدرش چه بگیم his father چه بگیم his dad, dad خودمونیشه father حالا کلمه معمولشه دیگه فادر یعنی پدر در هم یعنی پدر محسن و محسن اند his father پدرش هستند ایز میشه است هست آر میشه هستند محسن و پدرش هستند محسن اند هیز father آر کجا هستند در پارک خوندیم این در یعنی چی تو انگلیسی خودم لو دادم این این میشه در در کجا این the پارک in the park این the پارک ده یه داستانی داره حالا بعدها خواهیم خون کار برده ده رو که چرا اینجا ده اومد این ده پارک عرض کنم که پدر محسن زیاد روزنامه میخواند پدر محسن زیاد روزنامه میخواند خب پدر محسن میشه فائل میخواند میشه فعل چه چیز را میخواند روزنامه را میخواند مفعول زیاد میشه قید حالت چطور روزنامه میخواند زیاد روزنامه میخواند حالت فعل رو داره نشون میده مقدار فعل هر کلمه که حالت و مقدار فعل رو نشون داد میشه قید حالت پدر محسن فائل میخواند فعل چه چیز را روزنامه را زیاد قید حالت خب پدر محسن محسن فادر مالکیت انسان داشتیم قبلا عبارتش خوندیم دیگه محسن فادر جا به جایی می داشتیم وسطش اپوستروفز می داشتیم محسن فادر می خاند ریدز رید خاندن اس اس سوم شخص اس سوم شخص ریدز محسن ف... فادر ریدز می خاند چه چیز را روزنامه را نیوزپیپرز نیوزپیپرز چقدر الات خیلی زیاد الات خیلی زیاد یه نکته سری بگم چرا نیوزپیپرز گفتی استاد خاکی جوان توی انگلیسی دوستان هر وقت ما یک کلمه ای رو داریم اسم میبریم و خیلی برامون مفرد و جمع بودنش مطرح نیست مثلا من ماشین دوست دارم من بستنی خیلی دوست دارم من چه میدونم کتاب دوست دارم من روزنامه میخونم کلی داریم میگیم اصلا هیچ مفرد و جمع بودنه برام مهم نیست نه اینکه مثلا من یه دونه بستنی دارم دوست دارم دو تا بستنی دوست دارم نه هر وقت ما ای کلمه ای رو کلی داریم مطرح میکنیم خب ارز کنم که همیشه ترجیحمون بر اینه که به صورت جمع به کار ببریم مثلا میگیم I like cars من ماشین دوست دارم محسن's father reads میخونه چی میخونه newspapers پس این که جمع شد به این دلیل که مفرد جمع بودن برای مهم نیست ما روزنامه میخونه مفرد جمع بودن برای مهم نیست میگیم newspapers روزنامه میخونه خیلی زیاد خب و امروز هم یک روزنامه دارد و امروز هم یک روزنامه دارد تجزیه تحلیل میکنیم فائل همیشه جمله با فائل شروع میشه اینجا ما فائل نداریم ولی فائل باید داشته باشیم او میشه فائل دارد دارد فعل چه چیز دارد یک روزنامه دارد هم امروز میشه قید زمان ببینیم جملهش رو خب و او گفتیم جملات انگلیسی بچه ها جملات انگلیسی باید فائل داشته باشه تو فارسی میتونی فاعل نداشته باشیم ولی تو انگلیسی حتما باید فائل داشته باشیم و او هی دارد و هز به منایی داشتن بود دیگه هز برای سوم شخص هی شی ایت هف برای بقیه او چون هی سوم شخصه هیه میگیم هی هز دارد چه چیز دارد یک روزنامه دارد آها ببین الان اینجا داره چی میگه تو متنمون داره میگه یک روزنامه دارد دیگه الان خودش اومد به صورت جزئی مشخص کرد که یک روزنامه پس ما باید بگیم ا نیوزپیپر ا نیوزپیپر هی نیوز کی امروز امروز یک روزنامه دارد خب نکته بعد این نکته راجب به ا بگم ا نیوزپیپر خب ببینید من شما عرض بکنم که ما دو دسته کلمه داریم کلماتی که در واقع با حروف صدادار شروع میشن کلماتی که با حروف صدادار شروع نمیشن کلماتی که با حروف صدادار شروع میشن حروف صدادار اصلا یعنی چی آیه محترم ما پنج تا حرف صدادار داریم تو انگلیسی یک ای دو ای سه آی چهار او 5 یو این پنجتا به این پنجتا میگیم حرف حروف صدادار خب کلماتی که با حروف صدادار شروع میشن مثل اپل با ای شروع شده آرم با ای شروع شده اپل یعنی سیب آرم یعنی بازو دست ایریسر یعنی با ای شروع شده ای یعنی پاکون اگ یعنی تخم مرغ با ای شروع شده اینسکت یعنی حشره با آی شروع شده اینک یعنی جوهر با آی شروع شده تلفظ پرتغال پارتاغال تلفظش هر مدلی که تلفظ میکنه اینم چیه تلفظش اینه این چیه اورنج حالا یه ذره شلوغش کن اورنج اورنج پرتغال پارتاغال با او شروع شده آنین پیاز با او شروع شده آمبرلا با یو شروع شده کلماتی که با حروف صدادار شروع میشن اینا این پنج تا حرف کلماتی با حروف صدادار شروع میشه حالا میخوام بهشون حرف تعریف بدیم یعنی بگیم یه دونه مثلا سیب یه دونه پاکون یه دونه پرتقال، یه دونه حشره یه دونه چتر حرف تعریف ان برای اینا میذاریم و پس کلماتی که با حروف صدادار دار شروع میشن حرف تعریفشون ا دیگه نیست ان گلاب برتون ان اپل میگیم ان آر میگیم ان ایریسر ان اگ ان انسکت ان اینک ان آرنج ان آنین ان امبرلا پس کلماتی که با حروف صدادار شروع میشن به عنوان حرف تعریف یک ما براشون ان میذاریم کلمات که غیر از این پنج تا حرف شروع میشن غیر از ای و ای و آی و او یو مثل بی و پی و تی و کی و سی و این چیزا مثل چیر با سی شروع شده دسک با دی شروع شده بوک با بی شروع شده و غیرو و غیرو حرف تعریف ای براشون میذاریم میگیم ای چیر ای دسک ای بوک. این هم از داستان در واقع حرف تعریف ای و ان حالا اینجا یه دونه روزنامه یک روزنامه حرف تعریف یک میخوایم بیاریم نیوزپیپر حالا یا نیوزپیپر با ان شروع شده میگیم ا نیوزپیپر ا نیوزپیپر خب میریم سراغ جمله بعد اما محسن یک بستنی دارد اما محسن یک بستنی دارد اما حرف کلمه ربطه که اول جمله میاد و تو اون فرمول خود ما فائل فعل مفعول جایی نداره اما میشه کلمه ربط محسن فائل دارد فعل چه چیز را دارد یک بستنی را دارد یک بستنی پس اما کلمه رفت محسن فاعل دارد فعل یک بستنی مفعول خب ببینیم اما اما بات میشه اما محسن خود محسن دوستان اسم های خاص مثل اسم آدم ها اسم شهر ها اسم کشور ها همیشه با حرف بزرگ شروع میشه ام بزرگ باد محسن دارد هز چه چیز را دارد یک بستنی را ان آیس cream ان آیس یادتون باشه گفتیم کلماتی که با حروف صدادار شروع میشن حرف تعریف یک برای اونها ان هست ان آیس cream ان آیس کریم خب جمله بعد او پانزده سال است او پانزده سال است نکته مهم ما تو فارسی میگیم او پانزده سال است ما تو فارسی میگیم که او پانزده سال دارد حواسمون باشه وقتی میخوایم سن و سال رو تو زبان انگلیسی بیان میکنیم حتما باید به صورت همراه با فعل است یعنی فعل ام و ایز و آر اصطلاحا فعل توبی باید بیان بکنیم چه این جوری اینجوری اینجوری او است 15 ساله هی ایز 15 years old هی ایز او است 15 years old years old یعنی 15 ساله توی پرانتز نوشتم چرا تو پرانتز نوشتم یعنی که ما این کلمه years old رو میتونیم بیاریم میتونیم نیاریم دست خودمون چه بگیم he is 15 چه بگیم he is 15 years old یک کیف کوچک روی صندلی قرار دارد نکته این رو گفتیم جملهش رو هم انجام دادیم چی بود بحث در is there are بود که هر وقت بخوایم وجود دارد و قرار دارد و اینجور چیزها رو مطرح بکنیم بیان بکنیم جمله همیشه با در ایز در آر شروع میشه و فرض میکنیم که این فعلمون هست جای فعل و فاعل با هم عوض میشه در ایز وجود دارد مفرده میگیم در ایز چه چیز وجود دارد؟ یک کیف کوچک کیف کوچک رو بازم نکتهش رو داشتیم میگیم که توی بحث صفت و اسم انگلیسی ها ترکن جا میکنن این را رو میگیم کوچک کیف small bag a small bag کجا وجود دارد گفتیم هر وقت قرار دارد وجود دارد رو داریم حتما قید مکان میاریم on the chair روی صندلی این کیف محسن است جمله این رو هم قبلا با هم صحبتش رو کرده بودیم این است this is این است چه چیز است کیف محسن Uh, مالکیت انسان داشتیم جابجایی می داشتیم وسطش آپاستروف اس می داشتیم تو مالکیت انسان جابجایی می داشتیم وسطش آپاستروف اس می داشتیم دیس ایز is... چیه محسنز بگ محسنز بگ کیف محسن آب. شما یک دوچرخه کوچک کنار آنها می بینید شما فاعلشه می بینید فعلشه چه چیز را می بینید یک دوچرخه کوچک مفعولشه کنار آنها قید مکان خب یو شما سی میبینید چه چیز را میبینید یک دوچرخه کوچک کوچک دوچرخه صفت و اسم جاشون رو با هم عوض میکنیم ای سمال بگ ا سمال بگ یو سی تو میبینی شما میبینید چه چیز را ای سمال بگ یکی فرقه. کوچک کجا قید مکان نیر دم نیر دم نیر نزدیک دم آنها آنهای مفعولی چرخ های دوچرخه کوچک هستند چرخ های دو چرخه میشه فائلمون هستند میشه فعلمون کوچک صفتی است که اومده جای اسم نشسته بازم چرخ های دو چرخه رو داشتیم قبلا مالکیت اشیا هست تو مالکیت تو اشیا فرمولمون چی بود جابجایی نداشتیم وسطش آوده میذاشتیم جابجایی نداشتیم وسطش آوده میذاشتیم چرخ های آوده دو چرخه the wheels wheel میشه چرخ wheels میشه چرخ ها of the دو چرخه بایک چه بگیم بایک چه بگیم بایسیکل جفت اینها یک کلمه هستن the wheels of the bike چرخ های دو چرخه هستند are چطور هستند کوچک هستند small این دو چرخه محسن نیست جمله این رو هم قبلا داشتیم این دو چرخه محسن نیست این میشه فائل نیست میشه فعل this isn't this isn't این نیست چه چیز نیست دوچرخه محسن مالکیت انسان محسن's بایک، محسن's بایک، دوچرخه محسن جابجایی داشتیم توی مالکیت انسان و جمله آخر دوچرخه او بزرگ است این جمله رو هم بازم تو نکاتمون داشتیم دوچرخه او دوچرخه کی دوچرخه محسن محسن دختره یا پسره پسره مالکیت انسان چی بود هیز دوچرخه او میشه مال او دوچرخه مال او دوچرخه هیز بایک بعد از فائل هیز بایک فائل فعلمون است ایز چه چیز است بزرگ بزرگ بیگ صفتی است که جای مفعول میاد میشینه هیز بایک ایز بیگ این هم از جلسه امروزمون به خدمت شما که عرض بکنم امیدوارم نکاتی که این جلسه هم با هم یاد گرفتیم نکات خوب و مفیدی براتون بوده که مطمئنم هست تا جلسه تا آینده وقت شما خوش خدا نگهدار